درود بر شما بینندگان عزیز تلویزیون نوروز، در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از دیدگاه نوروز. سعی کردیم ما در برنامه هامون بعضی از برنامه ها رو اختصاص بدیم به مشکلات خلق های ایران و به طور خاص یکی از خلق ها رو ما موضوع برنامه مون قرار دادیم. چند مورد داشتیم در مورد خلق عرب، هفته های آینده در مورد خلق بلوچ هم برنامه خواهیم داشت. اما این هفته بحث ما بر سر لرستان و مردم بلوچ لر است. در این برنامه مهمان عزیز داریم که قبلا هم با چهره ایشون آشنا هستید، آقای نظام رجبزاده که با ما همکاری میکنند و هر دو هفته یک بار یک برنامه فرهنگی لوری در این تلویزیون هم دارند. با ایشون در میون خواهیم گذاشت مسائل لرستان رو، مشکلات مردم این منطقه رو، چشمانداز آینده، اونی که بر سر لرستان اومده و انتظاراتی که از مردم لرستان داریم. بسیار خوش آمدید آقای رجب‌زاده به برنامه ما. ممنون جناب ولی هستم. آقای علی ممنون به خاطر اینکه من این فرصت رو پیدا کردم که در خدمتتون باشم و بتونم تا جایی که امکان داره بخشی از مسائل مردم لرستان رو برای بینندگان برنامه شما توضیح بدم. خیلی متشکرم. در ابتدای برنامه، شما حدودا 3 سالی هست که در تلویزیون نوروز برنامه لوری دارین، هر دو هفته یک بار، یعنی ماهی 2 بار شما برنامه لوری دارین اینجا. برنامه‌های بسیار متنوع، بسیار جالب، ما تقریبا همیشه می‌بینیم برنامه‌های شما رو و از اخباری که به دست ما میرسه یا از پیام‌هایی که مردم به خصوص از لرستان برای ما میفرستن مشخص هست که برنامه‌تون بیننده زیادی داره. برنامه شما اگر اشتباه نکنم اولین برنامه‌ای هست که در سطح بین‌المللی پخش میشه، یعنی از کانال‌های ماهواره‌ای اولین برنامه‌ای که مختص به لرستان و مردم لر هست. میخوام در ابتدا ازتون بپرسم، شما به عنوان هم تهیه کننده و هم مجری برنامه، انگیزتون از این کار چی بود؟ والا انگیزه، خب ما مردم لر متاسفانه در شرایطی قرار گرفتیم که در خاک کشور ایران، سرزمین ایران، قسمت اعظم، بخش اعظم مناطق لرنشین هست. در حال در عصر تکنولوژی و عصر رسانه، مردم من بعد از سفرهای زیادی که من داشتم به کشورهای مختلف و فعالیت‌های سیاسی فرهنگی در این 3 دهه گذشته داشتم در عرصه کارهای سیاسی تشکیلاتی و فرهنگی اجتماعی، متوجه شدن که یک خلأ هست که من لر زمانی که به کردستان میرفتم، زمانی به تایوان میرفتم، زمانی به چین میرفتم، به هند میرفتم، با برخوردهام با مردم و فرهنگ‌های مختلف متوجه میشدم که مردم من از یک خلأ رنج میبرن. اینم به علت این سفرهای زیاد و دستاوردهای ملت‌های همسایه و کشورهایی که میدیدم، به یک نقطه رسیدم در یک مرحله که چرا مردم من دارای هیچ گونه رسانه مستقل و آزادی نیستن که بتونن مسائل خودشون رو مطرح کنن. این انگیزه شد که من در واقع شروع کنم به ریسرچ و مطالعه مناطق لرنشین و این مسئله من رو به در واقع دریچه ذهن من رو به دروازه، به اقیانوسی از موضوعات مختلف مردم لرستان و لرزبان جلب کرد. زمانی که این دریچه رو مباز کردم، دیدم که ما دارای منابع عظیم زیرزمینی خاک هستیم که همه برای خیلی آشکاره. اما این سوال برای مطرح شد، چرا لرزبان ها هیچگاه نتونستن مسائل خودشون رو مطرح کنن؟ مسائل، حالا بماند در ادامه برنامه من اشاره میکنم به موارد مختلفش. این یه انگیزه شد که من به این نقطه رسیدم که اگر مردم لر میخوان از تحولات عقب نمونن و منافع استراتژی خودشون رو به دست بیارن و به عنوان یک ملت از بین نرن و حذف نشن در عرصه
این دنیا و این هستی که ما هستیم درش، باید اینا دارای یک رسانه تصویری و مستقل، آزاد و بدون سانسور باشن. برای همین بود که من سالهای زیادی رو من وقت صرف کردم تا اینکه زیربنای یک حرکت رو شروع کنیم، که اینم مسائل خاص خودش داره، حتما در حال در ادامه برنامه اشاره خواهم کرد. خوشبختانه ما توافق کردیم با عزیزانمون در نوروز تیوی چند سال پیش که ما بتونیم این حرکت رو شروع کنیم، و خوشبختانه این برنامه بون مثل یک کویر خشکی که تشنه یک بارانه، این سرزمین لرستان، مردم گرم و خونگرم و صادق و باصفاشون این برنامه رو در سینه و در قلبشون جا دادن. برای همینه که امروز هم در این برنامه همچنان داره میره جلو و امیدواریم که بیشتر و بیشتر بشه. موفق باشین. ما بیننده برنامه‌تون هستیم، جدا از این که با هم مقدماتش فراهم میکنیم، ولی بیننده برنامه‌تون هستیم. بسیار برنامه جذاب و پر بیننده‌ای هست. اما در بحث اصلیمون اگه بخوایم وارد بشیم، میخوام قبل از هر چیز یک صحبت کلی داشته باشین از وضعیتی که لرستان در اون قرار داره، بخصوص از بعد سیاسی مسئله. ببین، من اگه بخوام یک پیش مقدمه ای رو به بینندگان برنامه شما بدم راجع به مسئله لرستان، من مایلم که یه اطلاعات ابتدایی پایی به شما بدم که موضوع ما رو بهتر مشخص کنه و چرا ما به این مسئله اینقدر اهمیت میدیم. از نظر جغرافیایی لرستان در جنوب غربی ایران قرار گرفته. جنوب غربی ایران، لرستان امروز با چند استان این سرزمین ایران همسایه است. موقعیت لرستان در شمال با عراق، یعنی قلب صنعتی کشور ایران، در رتبه بندی صنعتی عراق، استان عراق یک استان صنعتیه، بله. بعد از استان عراق، استان اصفهان دومین رتبه رو در صنعت کشور داره که همسایه لرستان. اصفهان دو تا مشخصه داره، یکی صنعتش هست و یکی هم توریسمش، صنعت توریسم. شیراز هم باز به همین اوصاف مرکز توریسم کشور و بخشی از مرکز کشور ایران که باز همسایه لرستان. در غرب ما کردستان هست، با تمام تحولات سیاسی اجتماعی که در دهه‌های گذشته مردم ملت کرد باش رو برو بودن، همسایه لرستان. در جنوب ما با استان خوزستان و مناطق عرب نشین هستیم که حوزه نفت و گاز کشوره و بخش اعظم نفت و گاز کشور در مناطق لرنشین هست. در واقع ما این منابع خداداری رو که به ما بین مناطق لرنشین و مناطق عرب نشین هست، سرمایه اصلی ایران، درآمد اصلی ایران در مناطق لرنشین. در جنوبش هم که ما با اینا میخوریم. حالا حساب کن که اینه که گفتم از نظر موقعیت جغرافیایی لرستان از این لحاظ هست که مهمه. حالا اینا رو همه به گوشه شما بذار. این موقعیت جغرافیایی تنها به خاطر منابع زیرزمینیش نیست. شاهراه شمال جنوب کشور ایران لرستان. شما برای عبور از شمال ایران به جنوب ایران بل اجبار باید از مناطق لرنشین رد بشی. یعنی یا مجبوری شما از بلوچستان و مناطق اون دریایی بیایی، یا باید از لرستان رد بشی. این به خودی خود نشان میده که لرستان شاهراه شمال جنوب کشور ایرانه و از حیث اهمیت استراتژی ژئوپلیتیکی لرستان به نوعی شاهرگ کشور ایرانه. مسائل پیرامون این به دلیل همین خاصیت لرستانه که در واقع ایجاد شده. شما اگه خاطرات آقای رضاخان رو میرپنج رو شما بخونی، اونجا در کتابش میگه سفر من، میگه من بودم لرستان رو فتح کردم. یعنی در لابلای این جمله شما میبینی که یک افتخار بزرگی برای خودش اینو میدونه که لرستان رو فتح کرد. حالا خیلی خلاصه کوتاه بگم، در اشاره بهش خواهم کرد، تمام بدبختی هایی که امروز در ایران ما داره اتفاق میفته
بخش اعظمش به نظر من زایده همینه که لرستان خاموش شد. لرستان زمانی که ملتش با جنوساید رضاخانی روبرو شد و مردم ما رو، یعنی از قجر شروع شد، با رضاخان تکمیل شد، مردم لر به جای سرکوب به مرحله منکوب بودن رسیدن. یعنی ما دیگه بحران هویتی پیدا کردیم. درجه سرکوب به حدی شدید بود که شیرازی تفکری مردم لر رو از هم پاشوند. چیزی به اسم اوتو آسیمیلاسیون داریم ما. بله. این مورد مصداق پیدا کرده در این بله، یکی از سیاست‌های کلی حکومت‌های مرکزی ایران این بوده. این پیش مقدمه‌ای که به شما توضیح دادم، گفتم که لرستان چرا انقدر اهمیت داره. دولت‌های مرکزی ایران زمین متوجه شدن اگر ثبات سیاسی باید داشته باشن برای اجرای اون تفکرات نامطلوب خودشون و برای اینکه حقوق مردم و ملت‌های ایران رو ندن، مهمترین ابزار سیطره بر لرستانه. چرا که یک لرستان ناامن یک ایران ناامن به دنبال داره. خب برای اینکه شما بتونی این دولت اقتدارگرا داشته باشی در مرکز، شما باید یک ابزار سرکوب داشته باشی و یه جایی باشه که تکیه تو بون بدی. یک درآمده که نفت کشوره دست لر هاست، دو آبه که بعد از گیلان و مازندران لرستان پربارشترین منطقه ایرانه و برای همین هم انقدر ما صد سازی در مناطق لرنشین شده. آب قم از لرستان با لوله های بسیار چیز میره به طرف قم مرکز. آب مراکز صنعتی عراق از لرستان میره. آب اصفهان و شیراز بخش اعظمش از لرستان میره. شما اگه دقت کرده باشی در 15 سال 20 سال گذشته، حکومت حاکم کنون جمهوری اسلامی بخش اعظمی از مناطق روستانشین مناطق لرهای بختیاری ما رو بل اجبار مجبور کرده که مناطق خودشون رو ترک کنن، روستاها رو ویران میکنن، مناطق کوهستانی ما رو ویران میکنن برای اینکه آب رو اینا بتونن کانالیزه کنن به طرف مرکز. یعنی شما اگه دقت کنی میبینی که لرستان با یک ویرانگری سازماندهی شده روبرو شده و به علت عدم یک حزب سیاسی و یک ارگان یا یک چتری که بتونه مسائل مردم لر رو بیاره و موضوع روز بکنه، آقایون حاکمان به صلاح حکومت‌های مرکزی تونستن در اوج بیخبری به اهداف خودشون برسن و مردم لر هم به این وضعیتی هست که دارن. اگر بخوایم به این موضوع بپردازیم، لرستان فرهنگ و تاریخ بسیار غنی داره. همونطوری که اشاره کردین که رضاخان میرپنج نوشته که من بودم که لرستان را فتح کردم، تیمور لنگ در خاطرات خودش جنگ در لرستان رو بسیار سختتر و شدیدتر از فتح دهلی نام برده و در اونجا خودش اقرار کرده که من نتونستم شکست بدم، نهایتا توافق کردیم با در مورد لرستان. در جامعه لرستان این وضعیتی که شما میگین پیش اومده. بله. نقش روشنفکرهای لرستان در این رابطه چی بوده؟ آیا با اون مقصودی که باید داشته باشن یا وظیفه‌ای که یک روشنفکر بر عهده داره تونستن به درستی عمل بکنن یا خطدهی در مسیر دیگری بوده به نظر شما؟ ببین، برای اینکه من به این نکته جناب علی که سوال بسیار مهمی هم هست اشاره کنم و توضیح بدم، مجبورم یک چند دهه و شاید بیش از یک سده برم عقب‌تر. در یکی از اسناد داخلی کشور ایران که اخیراً من در یکی از سایت‌های خبری خوندم که عزیزی مقاله‌ای نوشته بود که در حال برخوردشون با روشنفکرای لرزبان چی بود، در عصر قجر به بعد یک سیاست کلی در ایران ایجاد شد نسبت به مناطق لرنشین. چند تا بند رو در نظر گرفتن، گفتن آقا نسبت به نخبگان لر زبان شما محور رو باید بر چند تا موضوع بذارین. یک، تا جایی که ممکنه لباس لری رو از تنشون در بیارید.
سعی کنید اینا رو به قول خودشون متجددشون کنین، لباس رو درشون این شال و ستره و این کلاه لوری و اینا رو در بیارید از تن اینا. دو، تا جایی که براتون امکان داره مناطقشون رو جدا کنید از هم، نذارید این لرستان از نظر جغرافیای لرستان، چون این مرزهای کاذبی که الان مصنوعی که کشیدن ما بین استانهای نمیدونم اینا، این همه ما به رسمیتش نمیشناسیم. لرستان و با اون جغرافیای تاریخی لرستان، ما هیچ مرز مصنوعی رو به رسمیت نمیشناسیم. یعنی کوکیلو برحمت قلب لرستان، همون جوری که چهارمحال بختیاری هست، همون جوری که پشتکوه ما هست قلب لرستان، نقطه به نقطه، ذره به ذره، عمده ای از شمال خوزستان، اصلا تمام لرستان. من میگم اسم میارم، ما چون تا دیلم بخش از سرزمین لرستان. حالا این موارد رو شروع کردم، خاکشون رو تیکه پارش کنید و وحشتناکترین و ویرانگرترین بخش این تفکر چی هست که الان میگم. نخبگان لر که لر زبانن، اگر مطالبی در وصف ایران می نویسن، چه در خارج کشور، سفرهای خارجی ببریدشون، چه در داخل ایران، اینا رو بزرگشون کنید، بزرگ نمایی کنید در ایران، ایران وطن پرستیشون، ولی جایی که در رابطه به لرستان میخوان بگن اونو ضعیفشون کنید. و متاسفانه این سیاست هماهنگ و بسیار مشخص که برای درجه نک سرکوب بلکه منکوب شدن فرهنگ و سرزمین لرستان بود و مردم لر بود، به نتیجه رسید. برای همینم هست و بود و هست و، ولی اینجا دیگه نقطه پایانش خواهد شد، که تا به حال حکومت‌های مرکزی تونستن روشن فکر و نخبه لر رو بیگانه کنن نسبت به مردم خودشون. در فارسی داریم میگن خانه‌ای که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. روشن فکر لر اگر مارکسیسته میتونه یک مارکسیست لر باشه، اگر مذهبی میتونه یک مذهبی لر باشه، اگر دموکرات میتونه یک دموکرات لر باشی، اگر مسیحی هستی نمیدونم یهودی هستی شیعه هستی میشه میتونی لر باشی، در خدمت مردمت باش. ما موزلی که الان داریم، شما با نخبه لور درگیر میشی، باشون صحبت میکنم به خاطر کارم در قسمت روزنامه‌گاری و فعالیت فرهنگی که دارم، باشون صحبت میکنم، با کسانی که بسیار ده ها سال فعالیت سیاسی داشتن، در زندان شاه و شیخ بودن، موقع بهشون میرسن میگم که عزیز شما مثلا دختر عمه چگوارا رو میشناسی، نمیدونم فلان رو میشناسی، بعد میگم شما که اینقدر آدم فعال هستید، لرستانی که با لرستان ولش کن. یعنی این از خود بیگانگی نتیجه زایده اون تفکر حاکمین بوده که در واقع در این دهها چیزی که ما از اون به عنوان جنگ ویژه یا جنگ پلید نام میبریم، جنگی که همه حاکمیت های اشغالگر، حاکمیت های غیر مردمی و غیر دموکراتیک بر علیه خلق های کشورشون اعمال میکنن. متاسفانه بفرمایید در این میان من خواستم یه اشاره‌ای به این داشته باشم. حالا یک نکته رو که من مایلم اشاره کنم در ادامه روند این سیاست، حاکمین این بین نقطه رسیدن، چرا، هدف چی بود؟ خب ما لباس از تنشون در آوردیم، زبانشون رو از بین بردیم، جوک براشون ساختیم و نخبگانشون رو هم ایرانیشون کردیم تا قبل از اینکه به فکر منافع مردم لر باشن. آماری رو که من به دست آوردم در 28 استانداری که در زمانی که فرمانداری شد استانداری، از زمانی که استاندار شده در به اصطلاح لرستان موجود، نه مناطق لرنشین بالکل، از این تعداد یکیش هم لر نبوده. یعنی تمام استاندارهای لرستان غیر لر بودن. چرا؟ برای اینکه بسیار ها از اهمیته که لرستان مردم لر، مدیرای ارشد لر حاکم نشن به سرنوشت خودشون. چرا که شما موقعی فهمیدی که شبانه صدها هزار بشک نفت از این سرزمین فقیر در این حال آباد پر امکانات میره به پالایشگاه‌های مختلف و خارج میشه،
شما نباید بفهمی. من یکی از مهندسین ارشد شرکت استات اویل رو در نروژ ملاقات کردم یک بار، با همینجور دیداری رو بهشون داشتم راجع به مسئله لرستان و مطرح کردن از موضوعات و مردم لرستان و مسئله زیست محیطی که چقدر مهمه. شما که فعالیت دارین، مردم لر هیچ خیری از این موضوع نمی‌بینن. برگشت من گفت شما چقدر اطلاع داری از وضعیت مردم لر از نظر حوزه امکاناتیتون؟ گفتم من که مهندس نفت نیستم، ولی من میدونم که ما تو پل دختر ما مردم آب ندارن بخورن، چون که آبشون نفته. اینو من میدونم. برگشت گفت من خودم، اشاره که به خودش گفت، من خودم اونجا با هلیکوپتر در مناطق جنوب پل دختر، من اونجا بودم تو کوههای مناطق اونجا، من حوزه ها رو پیدا کردیم. خودش گفت مراکز عظیم نفت و گاز دارین شما، خیلی امکانات دارین. گفتم خب من برای همین اومدم خدمت شما که بهتون بگم آقا حواستون باشه، امروز یا فردا دیر از اون ما بین مردم میفهمن که چه مشکلاتی روبروشون هست و دست پنجه نکنن. اما چرا این حکومت های مرکزی این سیاست رو در پیش گرفتن؟ من سه تا حوزه رو اشاره میکنم، بعدش برمیگردم به کردستان و لرستان، چرا برای اهمیتش در کجاست. ببین لرستان سه تا مشخصه داره. یک، مردم اسلحه دارن. مردم اسلحه دارن. دو، مرزه با عراق ما همسایی. سه، فقره. سه تا حوزه امنیتی در واقع که از نظر امنیت حکومت‌های مرکزی خطرناک همیشه برای این سه تا چیز. لر با اسلحه است، سلاح داره، طبیعتش کوهستانی و عادتش فرهنگش اشعار داره، طوایف مختلفی داره و این مناطق عظیم بزرگی داره، بالاخره وسیعه و اینا، خودش برای حکومت مرکزی همیشه خطر تهدید بوده. حکومت مرکزی اومد چیکار کرد؟ گفت که ما اسلحه رو ثبت می‌کنیم برای اینکه بفهمیم موضوع چجوریه، مرز رو کنترل میکنیم، داریمش، مناطقشون رو کوچیک میکنیم که کردن. اما چرا لرستان این اهمیت رو داره؟ چرا حکومت مرکزی اینجوری فکر میکنه؟ به یک دلیل، نه دو دلیل، یک دلیل، امنیت حکومت. مناطق لرنشین در جنگ ایران و عراق، ما سنگ زیرین آسیاب جنگ ایران و عراق بودیم. موشکاش مناطق خوزستان و لرستان یا بخشن کردستان هم داشت. در جنگ مردم لرستان خیلی بهای سنگینی دادن به خاطر اون موقعیتشون. اما خلق کرد زمانی که میخواست از دستاوردهای مردمی خودش بعد از قیام 57 و سرنگونی حکومت آخرین شاه ایران به دستاوردهای حقوق مردمی خودش برسه، اولین چیزی که آقای خمینی مطرح کرد سرکوب خلق کرد بود. خب برای اینکه شما بتونی این مردم رو سرکوب کنی، آیا فکر می‌کنی یه تهرانی میتونه بیاد بره کرد سرکوب کنه؟ غیر ممکنه. یه کسی که اگه یه روز حمام نخونه روز بعدش داد بیدادش تو میدان آزادی بلند میشه، آب نیست. باید از مناطق این نیرو بره با اون رزمندگان و کرد و ملتی رو که در نبردهای چنگ در چنگ و با اون کوههای سر به فلک کشیده کردستان که من اونجا حضور داشتم. شما نمیتونی اینطور با اینطور ملتی و با این تاریخ درگیر بشی. پس باید از جنس خودش بیاری که در برابرش مقاومت کنه. لر چند تا حسن داشت این سیاست. یک، فاصله مسیر. کرد و لر نزدیکن. هر نوع ناآرامی در کردستان با چندین ساعت فاصله لرها اونجا بودن برای درگیری به اسم شیعه و سنی و آقا تجزیه طلب و چیزایی که این آقایون خودشون پیدا میکنن دیگه. این یک مورد. مورد دومش که بس هست، از لر کشته بشه به نفع اوناست، از کرد کشته بشه به نفع اوناست. اینجا که چرا که عمق فاجعه برای مردم لر بیشتر میشه دیگه. آقا کرد برادرت کشت، لر برادرت کشت، میگم از هر طرف کشته شود به نفع اسلام است، از آقای خمینی. این دقیقاً سیاستی بود که حاکمین مرکزی ایران در واقع سیاست سرکوب کرد، کنترل مناطق کردنشین به توسط مردم لر. من در یکی از برنامه‌هام بعد از یک مطالعه میدانی در مناطق لرنشین که چقدر کارخانه هست، صنایع مادر، و چقدر پایگاه نظامی هست، ما به این نتیجه رسیدیم که بیشتره، یعنی به تعداد
انگشتان دست ما صنایع مادر در منطقه لرنشی نداریم، اما هر چهار تا خیابان و هر منطقه ما پایگاه نظامی، پادگان و سایت موشکی و نمیدونم. یعنی لرستان در واقع یک مرکز بزرگ نظامیه که شما اگه در هر خونه رو بزنی یک نظامی توش هست، اگه دوتا نباشه یه دونه نظامی دارن، یا گربانه یا افسره یا نمیدونم فلان. یعنی میخوام بگم که ما مردم لرستان، لرزبان، فقر فرهنگی نگهمون داشتن، فقر مالی نگهمون داشتن، بیکاری نگهمون داشتن. برای چی؟ برای اینکه ما یک مرکز تغذیه حاکمین باشیم در زمانهای بحران. به حالت سرکوب هم تبدیلمون کردن. شدیم دیگه. بله. عملا شدیم. الان اطلاعات ایران، سازمان اطلاعات امنیت کشور، در زمانی که آی یونسی خودش بود، لور بود، لور نهاوند بود. این لور. مدیران میانه در وزارت اطلاعات بیشترشون لورن. چرا؟ چون که آقا تو همین حوزه ما کار میدن. سرکوب. چرا اهمیت داره برنامه رسانه‌ای که ما در خدمت شما در نوروزی داریم ارائه میکنیم؟ هدف ما چی بود؟ همینه. مردم لور باید آگاه بشن به منافع خودشون. نخبگان لور باید آگاه بشن که چجوری حاکمین ایران آگاهانه و با یک سیاست بسیار مشخص هدف قرار دادن که نخبگان لور فرار کنن از مناطق لرنشین و مردم لور رو بی سرپناه گذاشتن. برای همینه که موقع شما با یه لور برخورد میکنی، قبل از اینکه در همین موارد برنامه تلویزیونی خودمون داشتیم دیگه، آقای هست که 40 سال، 30 سال، 20 سال، 50 سال خدمت کرده به فرهنگ مردم، ولی میگه لوری حرف بزن، میگه نه لوری حرف نمیزنم، اکراه داره لوری حرف بزنه. موقعی که فشار میاری چرا، میگه آقا لوری زبان رسمی نیست که به شما بخوای باشه اداری حرف بزنی، لوری برای همین اصلا یه چیزای عجیب غریبی میشنوی که نمیفهمی. از کجا نشأت میگیره؟ از همون سیاست سرکوب و به درجه منکوب. چون من یک اصل معتقدم که لورها سرکوب نشدن، ملت کرد سرکوب شد اما مقاومت کرد. چرا؟ چون ارگان داشت، نهاد داشت، حزب داشت. حالا ما کاری نداریم به سیاست چیز، ولی حزب سیاسی در واقع با هم تمام خواستگاه های مختلفش و سیاست مختلفش در هر حال نهادهایی هستند که دفاع میکنن از دستاوردهای یک ملت. لرستان تا به حال هیچ حزب سیاسی نداشت و این بزرگترین ضعف که ما اراده اینو داریم که این موضوع رو حلش کنیم. یعنی مردم لر این اراده رو خواهند داشت و دارن که حرکت شروع کردن، چون این حرکت برگشت ناپذیره. ولی اخیراً من به یک استراتژی فکری هم رسیدم بر بستر همین صحبته که به شما کردم. چرا در 100 سال گذشته از جنبش مشروطه تا به حال ایران به آزادی نرسیده؟ چرا؟ سوال بسیار، یعنی باید ما چی بگن، زیادم نباید خیلی آدم عجیب غریب باشه که بفهمه این سوال جواب بده. آقا چرا ما نرسیدیم؟ نخبه داریم الحمدلله، آدم روشنفکر زیاد، آدم با تحصیلات زیاد، آدم دانشمند زیاد، ما همه جنرالیم، ما هیچ سرباز نداریم، هممون رهبریم. اما چرا ما به آزادی نرسیدیم؟ چرا مصدقی که میاد به این وضعیت میفته، حرکتی صورت نمیگیره آنچنان؟ چرا؟ چرا مذهب شیعه تشیع میاد در جلوه خمینی، میاد اینجوری به عنوان به اسم ملت میاد، اما بزرگترین تحول به اصطلاح دهه 70 میلادی در خاورمیانه ایران تا حرکت کرد اما به شکست کشیده میشه؟ چرا؟ چرا آزادی در این کشور نهادینه نمیشه؟ من فکر میکنم بخشی از این موضوع کدش در لرستان، کلید حلش در مناطق لرنشینه. شما ببین توازن قوا که نباشه، من بارها در اجلاسی‌های مختلف گفتم یه گربه هم میتونه ایران رو رهبری کنه، یه گربه، نه آیه خامنه‌ای، یه گربه رو بذار اونجا میتونه 30 سال حکومت کنه. چرا؟ چون این کشور پهناوریه، با ملت‌های مختلف، با زبان‌های مختلف، با فرهنگ‌های مختلف. بعد شما میده یه منطقه بسیار استراتژیک و حساس مثل لرستان رو در فقر تام قرار دادی، از اون داری تغذیه می‌کنی، می‌خوای سرکوب کنی از این میاری، می‌خوای مذهب. شما نگاه کن در مناطق لرنشین هفته موسیقی نیست ولی هفته عزاداری هست، 40 روز عزاداری می‌کنن، 10 روز عزاداری می‌کنن،
نمیدونم از هیئت سینه‌زنی از زهرا نمیدونم راه میافتن، این شستشوی مغزی مردم. این بالکل این موضوع میخوام بگم که چرا حساسیت اینجاست، کد یعنی کلید بخش اعظمی از موضوع عدم دموکراسی در ایران توازن قواست. من معتقدم مناطق لرنشین باید حرکت تاریخی خودشون رو شروع کنن، برای اینکه یک بار برای همیشه ما نه با شیخ میتونیم حکومت داشته باشیم یعنی به آزادی برسیم، نه با شاه. شاه و شیخ امتحانشون رو در ایران پس دادن. به نظر شما خلق ها در ایران به خصوص خلق لر پس برای این اعتقاد این شما که به اون جایگاه واقعی خودش نرسید؟ نخیر. حالا من بحث من اینجاست، من میگم چرا من به این آلترناتیو رسیدم، میگم کلیدش بخشش در لرستانه، در لرنشین. توازن قوا منظورم چیه؟ منظور من اینه که ما منابع اقتصادی کشور دست ماست، ما اجازه ندیم نفت تولید بشه چی میشه؟ پولی نیست، اعتراض همه جای ایران شروع میشه. ما اگه اجازه ندیم آب لرستان رو به عراق ببرن و به قم ببرن، حاجی آقا باید قم رو ترک کنن برن برای پیدا کردن آب شور که نمیتونن بخورن، ماشاءالله با این گردنش انقدر کلف شده. پس ببین آب رو ما روشون ببندیم و نفت رو ما ناامن کنیم براشون، کشور فلج میشه. پس در نتیجه این دوتا عامل بسیار مهمه با توجه به موقعیت لرستان و توریسم کشور. در صورت ناامنی لرستان اصفهان کسی توریست توش نمیره، صنعت عراق و اصفهان هم باید بخوابه چون لره اونجاست، قزوین تمام دوربر قزوین لره، لرسای لرنشین، طایفه های چگینی هن که زمان رضاخان اینا به اصطلاح و قبلش اینا رو همه کوچ داده شدن. بحث من اینجاست، یک لرستان ناامن و تهدید برای دولت مرکزی یک ایران بسیار ضعیف رو ترسیم خواهد کرد که هیچ کس نمیتونه رهبریتش کنه. پس من میگم برای اینکه ما یک ایران دموکراتیک، یک ایران فدرال یا کنفدراسیون، هر جوری که حالا مردم تصمیم میگیرن، ما داشته باشیم که بتونیم این ملت‌ها در کنار هم دیگه به عنوان یک کشور قوی، مدرن، بروز مسائل مردمش حل کنن، ما نیازمند حرکت تاریخی مردم لوریم. چرا که در این توازن قوا ما حاضر به سازش با شاه و شیخ نیستیم به عنوان مردم لور. اینا امتحان ما امکان نداره مجال بدیم ما بین بد و بدتر انتخاب برای مردم لور بذارن. ما دنبال خوب و خوبتر میگردیم. شما اگه نگاه کنید به سلطنت طلبا امروز میگن که نگاه شاه چی بود، خمینی چی کرد؟ یعنی دو تا آلترناتیو بد و بدتر به ما میدن. خب معلومه، من میگم بده بهتره تا بدتره، و این نمیگه که ما بین خوب و خوبتر به من امکانو چرا نمیدی. این یک طرف موضوع. بعد میخوره به جریانات سراسری ایران، یعنی جریانات چپ و مذهبی که اپوزیسیون دولت ایران، این نیروها هم هیچ کاری برای مردم لور نکرده. پس اینا هم راه حل مردم ما نیستن. برای همینه من در یک طرح نظری مشخص گفتم که نه شاه و شیخ نه جریانات سراسری برای لور هیچ خیر و برکتی ندارن. آلترناتیو سوم ما راه حل استراتژیک لور کرده، یعنی لرستان به عنوان قلب کشور، به عنوان جایی که حساس ژئوپلیتیکی که داره، و کردها، برادرای کردمون که ما هیچگاه سهمی در دولت مرکزی ایران نداشتیم که حق ملت‌های مختلف ایران رو بدیم. ما یک نمونه داریم در تاریخ ایران زمین که یه لور رهبریت کشور داشته، اونم کریم خان زنده. در زمان زندیان بیشترین دستاوردهایی رو که بالاخره همه ملت، یعنی هم شاه هم شیخ، مشکل با کریم خان ندارن ظاهرا و خیابون امانو دارن. پس ما نمونه شو داریم که ما تونستیم دستاوردهایی برای ملت ایران داشته باشیم. در نتیجه من معتقدم لرستان با پشتوانه ملت کرد میتونه یک حرکت بزرگی رو شروع کنه که بتونن هم جلوگیری کنن از ویران شدن بیشتر ایران، هم آزادی نهادینه بشه و هم ملت‌های مختلف در ایران بتونن به دستاوردها و حقوق حق خودشون برسن. یه موردی رو اشاره کردین، اینکه اپوزیسیون ایرانی اون که ظاهرا الان فعال هم هستن هیچگاه اشاره‌ای به کناره ها نکردند، یا به عبارتی بهتر بگیم اشاره‌ای به خلق‌های ایران نکردند. این اپوزیسیون برخوردش با مردم لور چطوری هست؟ من در جلسات خودت بیشتر بشتاخت. من در جلسات زیادی داشتم با نخبگان لور و جنات سراسر ایران. آخرین بار در 41 سال سیاهکل من در آمستردام اجلاسی بود، من شرکت کردم اونجا. با دوستانم گفتم آقا شما برای مردم لور
چی دارین؟ حالا اسم نمیارم هیچ جریانی رو، ولی باور کن یک دونه از این آقایان نبود که یه حرفی برای مردم لور یا اصلا خود جالب یکیشون میگه که خودتون درست کنین. خوب به ما گفت حداقل، یعنی ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. آقا اینا جریانات سراسری ایران همه فکرشون فقط مرکزه، یعنی دستشون به قدرت برسه. همه شما را هم یعنی یه چکی بهت میدن بعد از قدرت. ما که رسیدیم به قدرت، ما به درد چی میخوره؟ شما من امکان تلویزیونی نمیدی، شما امکان زبانی من نمیدی، شما امکان این که من نمیدی لباسمو بپوشم، شما امکان من نمیدی الان کمکم کنی که مردم رو آگاه کنم. به من میگی آقای خمینی هم اینو داد، آقای خیلی از این قولا میدن، من نمیتونم به خیلی این قولو بدم. بس اینجاست، چرا نوروز تیوی، چرا ملت کرد، من به طور صریح میگم ما باید یک ائتلاف و اتحاد استراتژیک داشته باشیم به عنوان دو حریم متفاوت ولی منافع مشترک، حریم لرستان، حریم کردستان. ما بتونیم مسائل خودمون رو به شکل دموکراتیک، به شکل آرام و در مرکز کشور با برادرها و خواهرای دیگرمون در ایران مطرح کنیم و مسائلمون رو حل کنیم. نبود این آلترناتیو و نبود این جبهه و این ائتلاف بزرگترین ضایعه رو به همه ملت‌های داخل ایران میزنه و زده تا به امروز. چرا ترک من از حالا نمیخوایم ملتی رو زیر سوال بریم، تفکر فارس حکومت کرده، ایران به کجا رسید؟ تفکر ترک و ملت ترک در حاکمیت‌های ایران همیشه سهم داشتن، خراسانی‌ها سهم داشتن. خیرش اینا برای ایران چی بوده؟ خیر اینا در مدیریت کشور چی بوده؟ این ایران کنونی که ویران داره میشه، همه فقر، بدبختی، بیچارگی، اسم درست حسابی هم در این دنیا نداریم. در نتیجه اگه شما دقت کنیم ببینید دو تا قطب اصلی این کشور، لور و کرد که منابع خدادادی هم میشه این مناطق ماست و حالا عرب همون ور جا خودش، بی بهره شدیم. ولی این روند به نظر من به زودی پایان خواهد یافت، چرا که در هر تحولی در آینده ایران لورها با قدرت تمام این دفعه ما در صحنه خواهیم بود و نهادهای خودمون رو درست خواهیم کرد. و من از همین جا، از همین تریبون برنامه جناب عالی مایلم که این پیغامو به برادرای کردمون بدم که با لرستان به شکل حزبی برخورد نکنید، لرستان رو محل درگیری‌های خودتون نکنید. لرستان یک جبهه است، برادرای شما در اونجا، خاک مشترک ماست. در اینجا ما باید شما این منافع رو ببینید و ما رو حمایت کنید. حمایت لرستان باور کنید راه رسیدن به آزادی و دموکراسی و نهادینه کردن ارگان‌های آزادی در کشور ما خیلی کوتاه‌تر از اون چیزی که ما تصورش می‌کنیم. چرا که در نهایت این توازن قواست که حرف آخر خواهد زد و در این توازن قوا ما لرها حرف برای گفتن داریم. ما به عنوان نوروز تیوی اعتقادمون بر این هست که بدون یک تفکر دموکراتیک و بدون اینکه خلقها رو، یعنی جایگاه واقعی خلقها رو در نظر گرفت و در حالتی که خلقهای ایران به حقوق حقه خودشون نرسیدن، امکان دستیابی به دموکراسی رو ما صفر میدونیم. بله ما اعتقاداتمون اینه. در آخر برنامه‌مون هستیم. چشم‌انداز آینده رو چطور می‌بینید؟ شما فکر می‌کنید با این اوصافی که ایران داره، از یک طرف وضعیت حاکمیت با بحران‌های متفاوت چه در داخل و چه در خارج، و از یک طرف دیگر بالاخره نیروهای مردمی، نیروهای اپوزیسیون و اون بانگ مخالفی که علیه این حاکمیت یا بهتر بگیم علیه شرایط موجود هست، شما چشم‌انداز آینده لرستان رو چطور میبینید؟ ببین لرستان بیشتر از این چیزی نداره ببازه. لرستان همه چیز رو باخت. یعنی ما از زمان قاجار تا به حال ما بازنده بودیم. امروز NGO های در مناطق لرنشین درست شده که دارن خودشون مسئله زیست محیطی لرستان، من اطلاع دارم
خانواده هایی با امکانات کم خودشون نایلون میخرن تابستون که توریستا میان لرستان، برن که طبیعت لرستان رو خراب نکنن بهشون نایلون مجانی میدن که آقا لطفا بعد از اینکه اومدی از خوزستان اومدی از این نایلون رو آشغال بذار اونجا. میخوام بگم مردم فهمیدن که باید خودشون مواظب امکانات خودشون باشن. لرستان همه چیز رو باخت، اما اینو نوید به جناب عالی میدم که لرستان حضورش حرکتش شروع داره میشه و این من بسیار خوشبینم با آینده لر، نه تنها با آینده لر، بسیار خوشبینم به نهادینه کردن آزادی در این سرزمین. اما بزرگترین چالشی که ما لرها داریم نه مردم لر بلکه نخبگان لر. نخبگان لر، روشنفکران لر، قبل از اینکه لر باشن متاسفانه این فکر میکنه زود فرار کنه بره تهران یه مقاله فارسی بنویسه شاید سری تو سر در بیاره، دیگه فکر نمیکنه که شما میتونی سری باشی در زمین خودت، آقای خانه خودت باشی، رئیس خانه خودت باش، سر در خانه خودت در بیار. این بزرگترین چالش مردم لوره. یک، دو، رسانه. نهادینه کردن یک رسانه مستقل آزاد که همین برنامه ایوار و خیلی لرستان، عصر خیلی لرستان در روز تیوی، این یک حرکت میمونی بود که شروع شد و خدا رو شد تا حالا جواب داده و مردم استقبال میکنن که فشارم رو ما زیاده که زیاد کنیم که امیدواریم بتونیم در نوروز تیوی رو هم وسعتش بدیم، برای اینکه نهادینه کردن این رسانه برای مردم لر در واقع شاید کمک کنه به اینکه مردم لر بهتر بفهم در چه جایی قرار دادن و چه وظیفه‌ای دارن برای آینده خودشون. در حال من بسیار خوشبینم، در این حال باید با تأملم به این حرکت نگاه کرد، چرا که من معتقدم اگر در حرکت آینده ایران زمین، در تحولاتی که ما درش روبرو داریم میشیم و در آستانه این تحولات هستیم، ما راهی برای مردم لر نیست به غیر سازماندهی کردن خودشون. ما باید حزب درست کنیم، ما باید نهادهای مردمی درست کنیم، ما باید جریانات سیاسی داشته باشیم که شخصیت‌های لر بتونن در اونجا حرکت کنن. شما حرکت سوریه، ملت سوریه رو نگاه کن که شروع شد، کردهای سوری به مناطق غرب کردستان که در مناطق حالا میگیم سوریه کنونی، بدون یک شلیک و بدون یک درگیری آنچنانی تونستن نهادهای مردمی درست کنن و اونجا شهرها رو به دست بگیرن و با کمترین خونریزی بیشترین دستاورد. این دلیلش چیه؟ چرا که حزب نهادینه شده، احزاب کردی میتونن اونجا استقرار پیدا کنن و مردمشون رو راهنمایی کنن، ارگانهای خلقی درست کنن. مردم لر ما اینو نداریم و ما باید کمک بگیریم از برادرای کردمون، از عزیزانمون که تجربه شما بیشتر از ما دارین و از این تجربه شما به ما منتقل بشه که ما بتونیم به این حرکت ادامه بدیم و از تجربه شما استفاده کنیم. اما یک نکته رو در مایلم اشاره کنم، مذهب. بزرگترین چالشی که ما در رابطه کرد و لر هم داریم، دولت‌های مرکزی همیشه به اسم تشیع و سنی، یعنی ما رو یک حاله از ابهام این وضعیت گذاشتن که اینا تجدید طلبن، شما نباشید شیعه سنی. من معتقدم ما باید این مرحله رو هم ازش رد بشیم. ما اساسا مذهبی نبودیم قبل از اینکه اسلام بیاد تو ایران. هزاران هزار سال ما ایرانی ها با هم زندگی کردیم و یا کرد و لر با هم بودیم. چه مذهبی؟ کدوم اسلام؟ کدوم آیین شیعه تشیع؟ پس من میگم این نباید مانع حرکت هماهنگ برادرانه ما باشه برای اینکه ائتلافای سنجیده درست کنیم، برای اینکه ما بتونیم به دستاوردهایی که فکرمون هست و اون آزادی که نادیده بشه و اون سعادت مردم لر و ملت‌هایی که در ایران زمین هستن بهش برسیم. این تنها راه ماست. آقای رجب‌زاده، خلق‌ها، ملت‌ها هیچگاه با هم مشکلی نداشتن. مسئله‌ای که پیش میاد از جانب حاکمیت هایی که برای اقتدار خودشون، برای حفظ اقتدار خودشون دست به هر کار و ایجاد هر گونه اختلافی میزنن. به هر حال بسیار از شما سپاسگزاریم که در برنامه ما شرکت فرمودین و بیشتر ما با مردم لرستان، مردم عزیز لر تماس و ارتباط داشته باشیم. امیدواریم در برنامه های آیندهمون هم بتونیم عزیزان دیگری رو بیاریم و بحث های بیشتری داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بدرود تا هفته آینده.